فانکشنال پروگرامینگ برای چی اومد؟ برای چیه فانکشن اصلا؟ ببینیم این غذا رو من چیکار کردم؟ خوردم. غذایه که داشت تکرار میشد، اومدم اینو به صورت یه مثلا حلقه نوشتم. فرض کن مثلا اینجوری حل برنشد. خب؟ منتها خود این غذا خوردنه رو که اصلا ممکنه کار تکرار شدنی هم نباشه. یه سری مثلا فرض کنید که قاشق خوردنا تکراریه، ولی مثلا برداشتن ظرفا و نمیدونم غذا کشیدن و شستن ظرفا اینا خب صد بار تکرار نمیشه، یه بار توی هر وعده انجام میشه. من این کارا رو که انجام میدم در مثلا صبح این کار انجام میدم، بعدش میام دوباره یه سری کارهای دیگر انجام میدم، میام مشترفلی و میرم نمیدونم تاکسی میگیرم، بنزین میزنم، فلان میکنم، بیزار میکنم، بعد دوباره میرسم برای وعده بعدی. حالا چون دو تا کلاستون گوشتن پشت سر هم، من نمیدونم من که قرار قد نهار بخورم، درسته؟ چون از هفت گیه هشت گیه اینجا بگه هشت گیه شیش اینجا، درسته؟ نمیدونم اینجا داست چیزش عوض شده یا مالی کنیلش عوض شدن شده. که دوباره من میخوام برم سراغ اون غذایه. غذا دوباره چیه؟ یه سری مثلا ظرفا رو برمی‌دارم، بعد یه صد بار این کارا رو انجام میدم، بعد دوباره دوباره میرم برای شام، دوباره هم دوباره فردا، دوباره پس فردا، دوباره سال دیگه همش دارم همون کارا رو انجام میدم، درسته؟ خب اینو چیکار کنم؟ اینم برای اینکه دوباره تکرار نشه، یعنی نخوام لازم نباشه که کپی پیست کنم، گفتم بیا یه کاری کنیم. ما تو بیا این تیکه کدو بیار بیرون، یه اسم براش بذار. مثلا بزن غذا خوردن. اوکی؟ این تیکه کده که این داره تکرار میشه. بعد بیا کارهای روزانه تو بکن. مثلا صبح پا میشی، نمیدونم میری دست و صورت داری میشوی، فلان فلان فلان. بعد اینجا میگی که من میخوام غذا بخورم، یعنی همون کار رو انجام. دوباره میری بقیه کار رو انجام میدی، دوباره ظهر میشه، دوباره اینجا دوباره. یعنی وقتی یه کاریه که هی داره تکرار میشه، کاره رو میایی بسته‌بندی میکنی، میذاری کنار، یه اسم براش میذاری، از این را به جای که هی بیایی تکرارش کنی فقط صدا میزنی، این همون کاره. اوکی؟ به میگن فانکشنال پروگرامینگ، یعنی فانکشن کنی یه تیکر، به میگن فانکشن، بعد هی اون رو صدا میزنی. خب؟ خب مثلا الان میخوام یه فانکشن تعریف کنم. چجوری فانکشن تعریف میکنم من توی سویفت؟ همون جوری که همه چیزها رو تعریف میکنم. یعنی چی؟ وریبل چجوری تعریف میکردم؟ اول میزدم ور، یعنی میخوام یه وریبل تعریف کنم، و الان میخوام یه فانکشن تعریف کنم. میزدم فانک. فانک چی؟ اسمش مثلا ایت. خب ایت پرانتز بازو بسته، یعنی یه فانکشنه و پیاده سازیش. یه بادی باز میکنم، نشون میدم که
یعنی چه کاری قراره انجام بده این فانکشن هر موقع که کسی کالش میکنه؟ خب مثلا هر موقع که اینه کسی کال میکنه ما فعلا کار خاصی نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم یه پرینت بگیریم که مثلا چی بیاریم که نه دیگه چیزی باشه که به ایت گشنه باشه. غذاش کجاست؟ آینا پیدا کردم. یه مثلا چند تا غذا میخوریم. اوکی؟ الان ببین من اینجا کد رو زدم ولی انجام نمیشه. هر موقعی که بخوام اون تیکه کد انجام بشه چیکار میکنم؟ اسم فانکشن رو صدا میزنم ایت. ما قبلا فانکشن کال کرده بودیم پرینت. اینم هم همینجوریه. ایت پرانتز باز و بسته. مثلا الان دوباره میگم خب حالا پرینت کن مثلا فرست نیم و بعد بیا نمیدونم فلان کار کن، بعد بیزار کار کن، بعد دوباره یکم جلوتر حالا دوباره ایت. بعد اگر یه روزی من تصمیم گرفتم که نوع غذایی که میخورم رو عوض کنم، همه اونو عوض میشن. اوکی؟ خب بعضی وقتا این فانکشن ساده است، فانکشنمون به یه سری چیزا هم احتیاج داره. مثلا به چی؟ به این که مثلا خب چیه؟ مثلا غذا خوردنه که همیشه یه شکل نیست. اگه غذای مثلا فرض کن که نوشیدنی باشه یه جوره، اگر بدونم برنجی باشه یه جوره، فست فود باشه یه جوره، یعنی یه ورودی ازت میخواد به عنوان یعنی برای فانکشن. اوکی؟ ما ورودی چجوری تو فانکشن مشخص میکنیم؟ اینجوری میگم که این فانکشن ایتمن بود که هیچ ورودی نداشت، این دفعه میخوام یه ورودی براش مشخص کنم. وقتی نوشتم ایت پرانتز رو باز کردم، توی پرانتز بهش میگم که چه ورودیایی دارم. اول اسم ورودیه، بعد تایپ ورودیه. دیگه نمیزنم ور اسم ورودیه، برای که نمیخوام چیزی تعریف کنم، میخوام یه چیزی که از قبل وجود داشته رو به عنوان ورودی بگیرم. میزنم اسمشو مثلا فود. خب بذار حالا یکم بیارم سمت ریاضیات و اینا که مثالاشو بتونم بزنم. یه فانکشن تعریف میکنم به اسم مولتیپلای. خب یعنی ضرب. خب فانکشن ضرب از من دوتا عدد میخواد که ضرب کنه اینا رو تو هم، درسته؟ خب من اینجا میگم دوتا ورودی دارم، اولی اسمش فرست نامبره از جنس مثلا دابل ویرگول، دومی اسمش سکند نامبره از جنس دابل. اوکی خب حالا این تو چیکار کن؟ مثلا پرینت کن فرست نامبر که از ورودی اومد ضرب داره، سکند نامبر که اونم از ورودی اومد. اوکی حالا اگه من بیام بگم مولتیپلای 10 و 20 این چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید ضربشون الان چاپ بشه، شد 200. اوکی خب حواست بود که اینجا من این اسما رو نوشتم برای این بود که بعدن که یه نفر میخواد از این استفاده کنه بدونه که این ورودی اول چی باید بزنه، ورودی دوم چی باید بزنه، اسم داشته باشه، اسم ورودی ها. خب اوکی خب این مولتیپلای قرار نبود که اصلا پرینت بگیره چاپ کنه چیزی رو، قرار بود حساب کنه به من برگردونه که من با جواب اون حساب کار دارم. اوکی چجوری من میتونم بگم که یه فانکشن یه چیزی به من که کال کردم اون فانکشن رو برمیگردونه؟ یه چیزی باید ریترن کنم. یعنی این مولتیپلای بود که گفتم ورودیش اینه و ورودیش مثلا این یه دونه و این دو میشه. خب بعد از اینکه پرانتزش تموم شد میام این کارو میکنم، یه اسپیس میزنم، یه خط فاصله، یه علامت بزرگتر و میگم که این چی از چه یه چیزی از چه جنسی برمیگردونه. اسمم نداره برای اینکه من دارم اونو صدا میزنم دیگه. وقتی اونو صدا میزنم حالا هر اسمی هم داشته باشه، من با صدا زدن اون اسم فانکشن دارم به این میرسم، اسم وریبلش اصلا مهم نیست. تایپش دابله، میگم این فانکشن رو کسی کال میکنه یه چیزی قراره بهش از جنس دابل برگرده که بتونه باهاش کار کنه. یعنی چی؟ فانکشنی که یه چیزی برمیگردونه با فانکشنی که هیچی برنمیگردونه فرقش چیه؟
فرقش اینه که مثلا من الان به یکی از شماها میگم که برو درو ببند، بستن در یه فانکشن دیگه و من دارم اونو کال میکنم، میگم درو ببند، شما که درو میبندی چیزی به من برمیگردونی؟ یه کاری انجام میشه، در بسته میشه، ولی به من چیزی برمیگردونی؟ نه. حالا بهت میگم مثلا اسمتو بگو، به من چیزی برمیگردونی؟ آره. اسمتو داری به من برمیگردونی؟ میگم اسمتو بنویس رو کاغذ، به من چیزی برمیگردونی؟ میگم اسمتو بنویس رو کاغذ و بده به من، الان به من چیزی برمیگردونی؟ ببین همه اینا فرق داره. الان یه بار میگم ضرب کن و بده به من جوابشو، یه بارم میگم که چاپ کن جواب این ضرب رو. خب الان نمیخوام بگم چاپ کن چون خیلی معنی نداره، میخواستم چاپ کنم که خودم همونجا ضرب میکردم، زدم پرینت و اسم اون فانکشن. میخوام الان بهش بگم به من برگردون. الان نیا کن اینجا یه ارور داد به محض اینکه این ریترن تایپ رو اینجا نوشتم. ارور چیه؟ میگه رسیدی به ته یه فانکشنی که دابل بود ولی هیچی ریترن نکردی. میگه ازت انتظار داشتم که اینجا یه دابل ریترن کنی، یعنی برگردونی به اون کد، ولی چیزی برنگردونی. وقتی شما میرسی به این فانکشنه که یه چیزی برمیگردونن، باید بگی ریترن یعنی برگردون. چرا؟ ترنش بزرگ شد. ریترن چی؟ فرست نامبر زب داره سیکند نامبر، یعنی به جای اینکه بیا اینو پرینت کنی اینو برگردون. اینجا اگر کسی اینو کال کرد اینو بهش برگردون، چاپ نکن، چون ممکنه بخواد بیاد بگه که حالا اگه بخواد اینو چاپ کنه چی؟ میگه پرینت، بعد داخل پرینت میگه مولتیپلای 10 و 20. اوکی؟ اوکی؟ این فانکشنه که من اینجا نوشتم مولتیپلای، این فرست نامبر و سکند نامبرش خیلی زایه است، اسمای طولانی، مولتیپلای معلومه دیگه، دوتا عدد داره ازت میگیره، درسته؟ خب من چیکار کنم اینو؟ توی سویفت شما وقتی که داری یه فانکشن تعریف میکنی مثل این مولتیپلایه که الان میخوام کامنتش کنم، یه بار دیگه میخوام تعریف کنم، شما برای هر کدوم از این ورودی ها که بهش میگن آرگومان دو تا اسم میتونی بذاری، یه اسم اینترنال که داخل اون فانکشن به اون اسم شناخته میشه اون آرگومان، یه اسم اکسترنال که یعنی کسایی که خارج اون فانکشن میخوان کالش کنن چی فکر کنن که اسم این چیه. اوکی؟ یعنی چی؟ یعنی من میگم که آقا برای اینکه فانکشن من از بیرون یه ذره کوچیک تر بشه، کسی که از بیرون میبینه به این بگه که مثلا x1، منتها توی فانکشن چون میخوام پیاده سازیش کنم و میخوام قشنگ باشه من بهش میگم first number دو نقطه دابل ویرگول، دومیه رو بهش چی میگم؟ x2، منتها اون داخل بهش میگم second number دابل. چی برمیگردونه؟ دابل. خب حالا این تو من باید بزنم ریترن چی؟ ورودی ها زب داره هم، منطقه اسم ورودی ها الان اینجا چیه؟ اسم اولی چیه؟ فرست نامبر، چون این اسم اینترنالشه این اسم اکسترنالشه، فرست نامبر زب داره سیکند نامبر، یعنی اگه من اینجا بزنم x2 اصلا میگه x2 چیه؟ اصلا نمیبینه که همچین چیزی وجود داره. اوکی؟ سکند نامبر. حالا اینجا نگاه کن، از بیرون من میخوام اینو کال کنم، میزنم مولتیپلای اینتر فرست نامبر و سکند نامبر چی شد؟ عوض شد، شد x1 و x2، مثلا 2 و 3، همین چی شد؟ پس به اونا میگن، به اینا میگن اسم اکسترنال، به اینا میگن اسمای اینترنال، یعنی بیرون داخل فانکشن اینا رو میبینه، بیرون فانکشن یعنی بیرون این اسکوپ اینا رو میبینه. اوکی؟ اوکی. خود همین x1 و x2 هم خیلی زایه است، نه؟ چه فرقی داره؟ الان مثلا من الان بزنم 3 و 2 با 2 و 3 فرق داره؟ یه ضرب
یا مثلا میتونم یه ضربی داشته باشم که حالت عادی سه تا رو با هم ضرب کنه؟ همچی ضربی اصلا داریم؟ ضربای ستایی هم دوتا دوتا انجام میدن دیگه، اول اولی ضرب داره دوم میکنم و دوم جوابشو ضرب داره سوم، با همیشه ضرب دوتا بود، دوتا چیز داره، چی میگن؟ اوپرند داره. اوکی؟ خب پس من اگه میتونستم این x1 و x2 رو هم حذف کنم دیگه خیلی خیالم راحت میشد. توی سویفت من اینم دوباره بردارم کامنت کنم. توی سویفت یه کارکتری وجود داره به اسم don't care، یعنی برام مهم نیست. خب یعنی چی؟ یعنی من میگم که این مولتیپلای من یه فرست نامبر داره دابل، یه سکند نامبر داره دابل، و یه دابل هم برمیگردونه و توش چیه؟ ریتن فرست نامبر ضرب داره سکند نامبر. نکته اگر اسم اینترنال و اکسترنال رو مشخص نکنی هر دوتاش مساوی هم میشه، یعنی همین اینترنال اکسترنال هم همین میشه. اوکی؟ ادامه. من الان میخوام بیام بگم که آقا اسم اکسترنال این فانک این متغیر این ورودیه مهم نیست. چجوری اسم اکسترنالش رو مشخص میکردم؟ یه اسپیس میزدم اینجا اسمش رو میذاشتم دیگه. با اون کارکتر سویفت که don't care بود الان میخوام جایگذاریش کنم. اون کارکتر چیه؟ underline. هر جایی که شما تو سویفت underline بزنی این برای مهم نیست. یعنی الان نگاه کن، من گفتم اسم اکسترنال این ورودیه برای مهم نیست، اسم اکسترنال این یکی هم برای مهم نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه یه نفر اومد گفت multiply، الان درسته که نوشته first number نامبر دابل، نمیدونم سکند نامبر دابل، ولی نگاه کن اگر توش عدد بنویسم چی میشه؟ کو x1 چی شد؟ x2 چی شد؟ فرست نامبر چی شد؟ نمیدونم سکند نامبر چی شد؟ فرست نامبر و سکند نامبر که هنوز اینجا هست، ولی من گفتم بیرون این فانکشن اصلا اسمش برام مهم نیست، چون ترتیبش برام مهم نیست، چون خیلی چیزهای دیگه. اوکی؟ الان مثلا نگاه کن این مولتیپلایه داره یه عدد رو بر میگردونه، عدد 24 داره بر میگردونه. خب این پلیگراند هیچی نمیگه، ولی توی ایکس کود وقتی که بزنی میگه که چرا از ولیوی که این داره بر میگردونه استفاده نکردی؟ چرا صداش زدی اگر نمیخواستی استفاده کنی؟ من میام میگم که مقدار اینو بریز مثلا توی یه ایکسی. خب ولی از این x هیچ وقت نمیخوام استفاده کنم، میگم اسمش برام مهم نیست. وقتی که شما اسم یه چیزی رو نداشته باشی، یعنی توی اون جدوله که اینجا کشیدم توی اون هیچ فضایی رو اشغال نمی کنی، حافظه کمتر مصرف میکنی. اوکی؟ فقط یعنی داری به کامپایلر میگی که من میدونم که این یه چیزی برمیگردونه ولی برام مهم نیست. اوکی؟ اگه ننویسی کامپایلر فکر میکنه که حواست نبوده، ولی اگه بنویسی میفهمه که حواست بوده ولی برات مهم نیست. خب اینجا نگاه کن، من فرض کن که یه فانکشنی دارم به اسم print student info. این student info من یه first name داره، یه last name داره، یه دونم phone number داره، هر ستاش هم استرینگه، هیچی هم بر نمیگردونه، فقط قراره پرینت کنه. خب چی پرینت میکنه؟ پرینت first number، first name، last name، phone number. اوکی؟ خوش سرم جاب. حالا چجوری از این میتونم استفاده کنم؟ آه؟
از فانکشن چجوری استفاده میکنم؟ اسم فانکشن صدا میزنم print student info. خب میگه first name رو بده، first name تو بده. کی بود گفت فر صداش میزنی؟ ترسید. بگو first name تو. آریان. همینجوری می‌نویسم؟ خیلی. last name علیانی. phone number چیزی نمیشه حالا، مثلا 3-0. خب اصلا یه داستان، یه موضوعی مثلا الان نمیخواد فون نامبرشو بده، من باید یه فانکشنی داشته باشم که بگم اگه فون نامبر نداد بیا بجاش مثلا یه دش بذار، یه خط تیره بذار. خب چجوری اینو بگم؟ آه؟ یه فانکشن دیگه شبیه همین درست کنم اینجوری، مثلا یعنی یه کپی از روی بگیرم، منتها این یکی رو بگم این فون نامبر نداره. خب بعد توی این بیام اون یکی که فون نامبر داره رو صدا بزنم، یعنی بگم پرینت استودنت اینفو، اونی که فون نامبر داره فرست نیمی که گرفتم رو بهش پاس بدم، لاست نیمی که گرفتم رو بهش پاس بدم، فون نامبری که نگرفتم و خودم بهش یه چیزی میدم. اوکی؟ حالا وقتی که میزنه print student info دو تا فانکشن جلوشه، یکی اونی که فون نامبر داره، یکی اونی که فون نامبر نداره. حالا اگه نخواد فون نامبرشو بزنه، این یکی رو انتخاب میکنه و میزنه آریان علیانی و چه اتفاق میفته؟ به جای شماره تلفنش یه دونه داش چاپ میشه. خب اگر last name نخواست بده چی؟ اگه first name نخواست بده چی؟ مثلا خانوم بود نمیخواست first nameشو بده، دوباره یه فانکشن دیگه این همین من دوباره کپی میکنم، اینجا پیست میکنم، first nameشو اندفعه پاک میکنم، بعد داخل این فانکشنه اون اصلیه که همه رو داره، پینت استودنت اینفو که همه رو داره کال میکنم، اونی که نداره رو خودم بهش یه مقدار میدم، اونایی که از ورودی گرفتم هم بهش پاس میدم. اوکی؟ این یه دیزاین پترنه. کسی میدونه دیزاین پترن چیه؟ الگوهای طراحی. آره حالا دیرازه به دیزاین پترن تو ام بی سی یه ذره بیشتر توضیح میدم، ولی یه چیزیه که شما کدتو اونجوری میزنی که کد بهتری زده باشی، فعلا در همین حد بهتون میگم. خب برای اینکه کسی که میخواد از کد استفاده کنه بدونه که تکلیفش معلوم باشه که اگه فرست نیم نخواست بده باید چیکار کنه، خب اون یکی صدا میزنه، اگه موبایل نخواست بده چیکار کنه، اون یکی صدا میزنه. خب حالا اگر فرست نیم نخواست بده موبایل هم نخواست بده چی؟ اگه لاست نیم نخواست بده چی؟ لاست نیم و فرست نیم، لاست نیم و موبایل، فرست و لاست، نمیدونم همه جایگشتشو باید بنویسی، چند تا میشه؟ 3 فاکتوریل. نه چرا طرف داره اینجا این شماره تلفن میخواد خودش بشناسه، نه این فرم، این فرم ثبت نام مثلا یه جاییه. خب بعد نوشته که مثلا تعداد فرزند، مثلا وضعیت تعهد، بعد نوشته نام همسر. خب ندارم خیلی اینا رو، چی بزنم اونجا؟ اوکی مجبوری بزنی. بعد همین 3 تا دونه مثلا میشه 8 تا. آره میشه 2 به توان 3. اگر واقعا یه فرم ثبت نام بود 50 تا ورودی داشت، اون موقع چی؟ 2 به توان 50 میشد. همه اونا رو میخوای بشینی بنویسی؟ نمیشه که. برای حالا دیزاین پترن یه چیز گفت، نمیتونی بشینی بنویسی که. اوکی برای اینکه اون دیزاین پترن رو بتونی بنویسی، سویفت اومد چیکار کرد؟ اومد گفتش که من یه چیزی تعریف میکنم به اسم دیفالت ولیو. یعنی تو بیا به جن که اینجا 20 تا فانکشن بنویسی همه اینا رو پاک کن، بیخیال نمیخواد اصلا اینا رو داشته باشی. ولی اینجا که گفتی من یه فرست نیم دارم که این استرینگ میگیره، بیا جلوش بزن مساویه مقدار دیفالتش. دوباره اینجا بزن مساویه
مقدار دیفالتش. اینجا بزن مساویه مقدار دیفالتش. این کاری که داری میکنی یعنی چی؟ یعنی اگر کسی اومد زد print student info بعد زد آریان علیانی این تیکر خواست نزنه، یعنی پاک کرد نفرست داد برات ورودی به اون اسم، تو اون دیفالت رو به جاش بذار، همون کاری که من کردم تو اون دیزاین پترنه. اگه کسی نزد من خودم به اون چیزی که صلاح میدونم و بهش میدم. اوکی، حالا اگه اون یکی رو نزد چی؟ خب دوباره همون دیگه، دیفالت ولیو رو میذاره سرجش. یعنی الان شما با 3 تا مساوی دش گذاشتم 8 تا پیاده سازی کردی، یا با 50 تا مساوی میتونستی 2 به توان 50 تا حالت مساوی پیاده سازی کنی. چون اینجا نگاه کن، موقعی که من می‌خواستم اینو کال کنم print student info رو زدم، چیا داره؟ دو صورت برام نوشته. نوشته که تو فانکشن کاملت اینه، ولی حداقل چیزی که باید وارد کنی اینه. چرا نوشته حداقل؟ برای اینکه یکی از اینا ممکنه دیفالت ولیو نداشته باشه، یعنی حتما last name اون طرف باید وارد کرده باشه. حالا نگاه کن، میگه last name رو حتما باید بزنی، ولی میتونی first name و phone number هم حالا هر کدومشو خاصی بزنی. اوکی، این شبیه یکی از فانکشن ها که دیده بودیم نیست؟ print گفت 3 تا ورودی داره، آیتمز رو حتما باید بزنی، ولی میتونی سپریتور رو بزنی، میتونی ترمینیتور رو بزنی، میتونی هر دوتاش رو بزنی، میتونی هیچ کدومش رو نزنی. اوکی، اینم بهش میگن دیفالت ولیو. خیلی خوب، اون یکیش هم جلسه بعد که 2 هفته دیگه است بهتون میگم. برای هفته دیگه 2 تا تمرین داریم. تمرین اول همون فلوچارتی که کشیدین، که البته خودش 2 تا فلوچارت بود، اونو میان کدشو میزنی توی پلیگرام. اوکی، تا 2 هفته دیگه هم حتما همه بریزیم دیگه، یعنی دیگه کسی نیاد بگه من نریختم نمیدونم یا ندارم سیستم. فلوچارتی که کشیدین یکیش بود که میگفت بینشونه، یکیشون هم بود که قشنگ چاپ میکرد که چیه وضعیتشون. اونه که الان اینجا با چند تا ایفای پشت سر هم اند و اور و اینا هم همچنان نداریم. دومیش چهار عمل اصلی ماشین حساب، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و فانکشناشو می‌نویسیم که یکیشو الان من اینجا نوشتم. یه فانکشن، اینا الان فانکشنه ای که دوتا ورودی میگیره دوتا عدد، یه فانکشن دیگه هم می‌نویسیم که دوتا ورودی میگیره به علاوه یه دونه اپریشن، یعنی مثلا بهش میگی 2 3 و جمع، جمع میکنه جوابشو بهت میده، میگی 2 3 و ضرب، ضرب میکنه جوابشو بدین، 2 3 و تفریق انها نمیدونم اون منها میکنه بدین، یعنی 3 تا ورودی داره. اوکی، همین چی شد؟ یعنی شد 5 تا فانکشن به علاوه یه چند تا ایف. کسی سوال نداره؟ بگیریم. Let's see.